سلام به کلاس درس خوش اومدید خب بیاد بحث در مورد دستگاه های سه مادل و سه مچهولی رو با هم دیگه ادامه بدیم توی ویدئوی قبلی دیدیم که اگر ما یه دستگاهی به فرم ماتریسی AX مساوی B داشته باشیم که A ماتریس زرایه و X ماتریس مچهولات ما هست و اگر داشته باشیم دترمینان A مخالف صفر اون وقت این دستگاه یک جواب یکتا داره که از چی به دست میاد از ضرب وارون ماتریس A در به به دست میاد خب اول بیاید با هم دیگه یک مثال ببینیم فرض کنید که یه دستگاه سه مادل و سه مچولی به این شکل به ما داده شده مادله اول هست 2x1 به علاوه 3x2 منهای 4x3 مساوی با 1 معادله دوم هست منفی 4x2 به علاوه 2x3 منفی 4x2 به علاوه 2x3 مساوی با منفی 2 و معادله سوم هم هست x1 منهای x2 به علاوه 5x3 مساوی با 5 خب این یه دستگاه سه مدل و سه مجهول هستش اول بیاید این رو به فرم ماتریسی بنویسیمش دقت می‌کنیم که توی معادله دوممون x1 نداریم اما خب میتونیم فرض بکنیم که ضریب x1 مون صفر بوده یعنی داشتیم صفر x1 منهای 4x2 و 2x چون صفر ضرب در x1 میشه صفر در این صورت میبینیم که ماتریس زرایب ما برابر با چی خواهد بود؟ برابر خواهد بود با مثلا زرایب اولین اولین سطر ماتریس میشه زرایب اولین معادلمون یعنی دو، سه و منفی چهار درسته دومی سطرش میشه زرایب دومی معادله یعنی سفر، منفی چهار و دو و سومین سطرش هم می شود ضرایب سومی معادله یعنی یک منفی یک و پنج به همین ترتیب ماتریس بیمون ماتریس ستونی بیمون مساوی با چی میشه مساوی میشه با ثابت های سمت راست معادلاتمون یعنی یک منفی دو و پنج و ماتریس مجهولاتمون هم که ایکس هستش برابر با x1 x2 و x3 خواهد بود که ما میخوایم این ماتریس x و x رو به دست بیاریم خب اول دقت میکنیم که ببینیم میتونیم از این قضیه استفاده بکنیم آیا دستگاهمون جواب یکتا دا داره یا نه پس باید دترمینان ماتریس A رو حساب بکنیم اگر دترمینان ماتریس A رو حساب بکنید میبینید که برابر با منفی 46 میشه که مخالف صفر هستش بنابراین طبق قضیه که با هم دیدیم جواب جواب یکتا داره دستگاه معادلات ما. خب جواب یک تا رو اگر بخوایم به دست بیاریم اول باید وارون ماتریس آ رو حساب بکنیم آ منفی یک که اگر این کار رو بکنیم میبینیم که آ منفی یک برابر میشه با منفی یک چلو که همون یک بر روی دترمینان ماتریس آ هستش ضرب در این ماتریس منفی هیچده منفی بیست و دو, دو، منفی ده دو چهار ده و منفی چهار و چهار ده و منفی هشت من برای اینکه توی وقتی خور صرف جوی بکنیم مراحل به دست آوردن آوارون رو دیگه براتون ننوشتم اما خودتون حتما میتونید چک بکنید که وارون ماتریس آ برابر با این ماتریسی که اینجا براتون نوشتم هستش خب بنابراین طبق قضیه من. ماتریس مجهولاتمون x برابر با آوارون ضرب در بی خواهد بود که اگر این ضرب رو انجام بدیم میبینیم که x برابر میشود با یک یک و یک این یعنی چی؟ یعنی این که جواب های معادله ما هستند x1 مساوی با یک x2 مساوی با یک و x3 هم مساوی با 1. خب میبینید که این یه راه خیلی سرراست برای حل یک دستگاه سه و سه مجهولی هستش خب به غیر از این حل جبری که برای معادلات دستگاه های معادلات سه مدل و سه با هم دیگه دیدیم یک تعبیر هندسی هم میشه از حل یه معادله یه دستگاه معادلات ارائه داد دقت بکنید که اگر هر کدوم از این معادلات رو ما تنها نگاه بکنیم مثلا معادله اول رو اگر نگاه بکنیم 2x1 بلو بی 3x دومن های 4x مساوی با 1 قبلا با هم دیگه دیدیم که این چی هستش این معادله یک چی هست یک صفحه هست درسته یک صفحه توی فضای x1 x2 x3 هستش درسته x1 x2 x3 یا میتونیم تعبیر بکنیم مثل فضای x و y و z هستش این فضا پس هر کدوم از این معادلاتمون توی دستگاه معادلات سه معادله و سه مجهولی یک صفحه رو مشخص میکنه درسته؟ خب حالا بنابراین جواب های معادلاتمون نقطه نقاطی هستند یا مجموعه نقاطی هستند که توی معادلات هر سه این صفحه ها سل بکنن خب فکر میکنید که چند حالت خواهیم داشت حالت کلی برای جواب های یک دستگاه سه مادل و سه مجهولی یه چند ثانیه بهش فکر بکنید تا بعد در موردش با هم صحبت بکنید خب این شکلی که اینجا من براتون آوردم که از کتاب درسیتون هستش همه حالت های هندسی که سه تا صفحه ممکنه توی فضا با هم دیگه بسازن رو آورده بیا از اولین حالت شروع بکنیم که سه تا صفحه متقاطع در یک نقطه هستند که اون نقطه رو اینجا توی شکل میتونید ببینید و در این صورت یک نقطه هستش یعنی یک x یکو ایک و x دو x هستش که توی معادله هر سه صفحه صدق میکنه و این یعنی دستگاه جواب منحصر به فرد یا جواب یکتا دا داره مثل این دستگاهی که اینجا توی مثال با هم دیگه حل کردیم پس این یک حالت برای دستگاه های مادل سه معادله و سه مجهولی هستش حالت دیگه چی هستش اینه که سه تا صفحه ممکنه توی یک خط متقاطع باشن که این خطی هستش که اینجا میبینید در این حالت یعنی چی؟ یعنی تمام نقاطی که روی این خط هستن دارن هر سه تا معادله ما رو توش صدق میکنن همزمان و یعنی دستگاهمون بیشمار شمار جواب داره این هم یک حالت هستش برای دستگاه های سه مادل و سه مجهولی حالت دیگه چی هستش؟ اینه که سه تا صفحه بر همدیگه دیگه منطبق باشن کاملا حالا توی شکلی که کشیده شاید دقیقا منطبق به نظر نیان ولی کاملا سه تا صفحه روی همدیگه قرار بگیرن توی این حالت یعنی تمام نقاطی که روی هر کدوم از این صفحه ها هست توی دوتای دیگه هم سرق میکنه پس باز هم اگر همچین حالتی داشته باشیم دستگاهمون بی شمار جواب خواهد داشت یک حالت دیگه این حالتی هستش که اینجا دارید میبینید هر کدوم از دو تا صفحه توی یک خط متمایز همدیگر رو قطع میکنن مثلا صفحه آبی و زرد رنگ تو این خط همدیگر رو قطع کردن صفحه زرد و کرم رنگ تو این یکی خط همدیگر رو قطع کردن و صفحه کرم رنگ و آبی رنگ توی این خط همدیگر رو قطع کردن پس همونطور که میبینید هیچ نقطه ای وجود نداره که توی معادله هر سه صفحه صدق کنه و در نتیجه در این حالت دستگاهمون جواب نداره حالت هندسی دیگه ای که ممکنه وجود داشته باشه توی این شکل میبینید که دو تا از صفحه ها با هم موازیان و صفحه سوم با جفت اونها متقاطع هستش و باز هم همونطور که میبینید توی این حالت هندسی هیچ نقطه ای نیست که توی معادله هر سه صفحه همزمان صدق بکنه پس باز هم در این حالت دستگاه بدون جواب هستش نهایتا آخرین حالتی که داریم این هستش که سه تا صفحه موازیان و بر هم منطبق نیستن و باز هم توی این حالت هیچ نقطه ای نیست که فصل مشترک هر سه تا صفحه همون باشه یا نقطه ای که توی معادله هر سه تا صفحه صدق بکنه پس اگر این حالت هم پیش بیاد باز هم دستگاهمون بدون جواب خواهد بود خب اگر یه خورده خودتون فکر بکنید میبینید که این تا شکلی که اینجا اومده همه حالت های هندسی که سه تا صفحه میتونن توی فضا با هم بسازن رو شامل میشه بنابراین در حالت کلی ما یک دستگاه سه مادل و سه که داریم سه تا حالت ممکنه پیش بیاد دست... حالت اول این هستش که دستگاه جواب یک تا داره که این حالت مربوط میشه به این وضعیت بین سه تا صفحه پس این مورد یکمون هستش که اگر سه تا صفحه تو یک نقطه متقاطع باشن جوابمون دستگاه از میخوام دستگاهمون جواب یک تا خواهد داشت دوم این حالتی که ممکنه پیش بیاد چی هستش اینه که بی شمار ممکنه جواب داشته باشی بی شمار جواب اون چه حالت های هندسی میشه یکی این حالت هستش که سه تا صفحه توی یه خط هم دیگر رو قطع میکنن و یا سه تا صفحه بر هم دیگه منطبق هستن پس در این دو حالت بی جواب خواهیم داشت و سومین حالتی که ممکنه پیش بیاد چیه اینه که معادلمون یا دستگاه معادلاتمون بدون جواب باشه و اگر بدون جواب باشه به لحاظ هندسی یکی از این سه حالت آخر بین سه،, سه تا صفحه خواهد بود یعنی یا دو به دو تو یک خط متمایزی همدیگر قطع می‌کنند یا دو تاشون با هم موازی‌اند و سومی با دوتای تای دیگه متقاطع یا سه تا صفحه موازی‌اند و بر هم دیگه منطبق نیستند پس این سه حالت هم میشه مورد سه که دستگاهمون بدون جواب هستش خب تا اینجا بحثو نگرد داریم توی ویدئوی بعدی این مثالی که اینجا با هم دیگه به صورت جبری حل کردیم رو میایم به صورت هندسی تحلیلش میکنیم تا ببینیم صفحاتی که این معادله در حقیقت هر کدوم از این معادلات نشونشون نشون میدن چه وضعیت هندسی با هم دیگه دارن تو کلاس درس بعد میبینمتون